ای خالق کائنات، هنگامی که در روز نخست آفرینش با خرد خیش به کالبد ما جان بخشیدی و بر تن خاکی ما دمیدی، خواستی که هر کس بنا بر اراده و آزادی خود روش و اسلوب صحیح را در زندگی برگزیند. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما فرهیختگان. خوبان فرهیخته، این کلیپ رو اختصاص دادم به نحوه پیشبینی با دازین. در کلیپ های گذشته به صورت بسیار اجمالی اشاره‌ای به پیشبینی شده، اما این کلیپ رو به صورت جامع، مفید و البته مختصر مواردی رو خدمتون عرض میکنم. امیدوارم که به کارتون بیاد و به نوعی باعث موفقیت شما دوستان گرامی بشه. دوستان عزیز، ما گروه واتساپی رو داریم به نام گروه قدرت ذهن و تمام افرادی که در این گروه حضور دارن، همه دوستان دازینگ دستشون هست و در این گروه ایرادات، اشکالات و رهنمودهایی رو برای دوستان میفرستم و یا ایرادهاشون و اشکالاتشون رو برطرف میکنم و البته دوستانی هم بودن که خوشبختانه موفق شدن و برای تک تک اونها جشن موفقیت گرفتیم و بعد از این هم خواهیم گرفت. خدمتون عرض بشه در رابطه با پیشبینی. ببینید، ما ساده ترین نوع پیشبینی رو من خدمتون عرض میکنم و نم نم ادامه مسیر میدیم به سمت مواردی که نسبتاً دشوار هست، اما برای ذهن دوستان گرامی چیزی به نام سختی و دشواری ما نداریم. اولین مورد پیشبینی یا حدس زدن، میریم سراغ گل یا پوچ. چند نفر وسیله‌ای رو در دستشون میگیرند و شما بایستی با دازینگ متوجه بشید که اون گل دست چه شخصی هست. یکی دو تا راه داره. راه اولش این هست که دوستان دستشون رو به فاصله 1 متر دور بگیرن و شما با دازینگ برید روی دست تک تک افراد و بگید اون گلی که دستش هست، حتما اسم اون گل یه دستمال کاغذی هست، نخود هست، لوبیا هست، هر وسیله‌ای که شما به عنوان گل ازش استفاده میکنید رو بایستی حتما بدونید و به دازینگ بگید اون وسیله‌ای که دست آقای ایکس هست و به عنوان گل میخوام بزنم آیا تو این دستش هست؟ اگر در این دستش هست قیچی کن، اگر در این دست هست قیچی کن. یا شخص دیگه به همین صورت، یا اگر مثلا 5 نفر هستن و از این تعداد 5 نفر گل دست 1 نفر هست، شما میتونید با فاصله یا نزدیک اونها بگید گل دست آقای ایکس هست، گل دست آقای ایگرگ هست، گل دست آقای زد هست، گل دست آقای وای هست. و به همین صورت، حالا فرضاً اگر گل دست آقای زد بود میگیم گل دست راستشه، اگه گل دست راستشه قیچی کن، اگر دست چپشه قیچی کن. اینجا هست که میگیم آقای زد گل دست چپ شما هست و اون رو باز کن. پس این اولین و ساده ترین راه هست برای حد زدن. اما میریم سراغ پیشبینی. شما در یک مسابقه اسب سواری میخواین پیشبینی بکنید که کدوم اسب برنده میشه.
خب ما بایستی از قبل اطلاعاتی رو در مورد اسب ها و راکبین اسب و مالکین اسب رو داشته باشیم که معمولا همه اینها رو به نوعی اعلام میکنن. اینجا هست که شما بایستی تک تک اسامی رو بخونید. اسب مثلا تایماز متعلق به آقای ایکس با راکب آقای ایگرگ اگر برنده میشه برای من مثلا قیچی کن، اگر برنده میشه برو سمت راست، اگر برنده میشه برو سمت چپ، اگر برنده میشه هر دو باز شو، اگر برنده میشه هر دو بسته شو. دونه دونه این اسب ها رو میگیم. هر اسبی که میگیم دوستان گرامی بایستی 8 مثبت رو بگیریم، یعنی مثلا اسب تایماز به مالکیت آقای ایکس و راکبش آقای ایگرگ هست رو یک بار از شمال میزنیم، یک بار از جنوب میزنیم، از شرق و از غرب. این میشه 4 حدودات اربعه اصلی. مجدداً 4 حدودات اربعه فرعی از شمال شرق، شمال غرب، جنوب غرب، جنوب شرق. یعنی ما 8 مثبت رو که گرفتیم در مورد یک اسب، تک تک اینها رو میگیم. هر کدوم از اینها 8 مثبت رو گرفتن، اون اسب در مسابقه اسب دوانی برنده خواهد شد. حالا بین اونها یک اسب رو شما درآوردید، مجدداً یک بار، دو بار، سه بار مراقبه میکنید و ریلکسیشن، بی ذهنی و النهایه چندین بار تکرار میکنید که آیا همین اسب برنده میشه، آیا این اسب صاحب جایزه میشه، آیا این اسب نفر اول میشه. حتما سوال بکنید که این نفر اول میشه، نفر دوم میشه. تک تک اینها رو که دوستان گرامی به وسیله دازینگ میزنید، یا خودتون بایستی بنویسید، یا یک شخصی کنارتون، یک شخصی مورد اعتماد و مورد وثوق شما بایستی باشه و اونها رو یادداشت بکنه. پس این شد در مورد پیشبینی اسب سواری. خب حالا ما میخوایم پیشبینی بکنیم در رابطه با خرید ارز خارجی. ما میخوایم مثلا یورو رو الان مثلا قیمتش 55,000 تومان هست رو پیش بینی بکنیم که این میره بالا، افزایش قیمت داره یا کاهش قیمت داره. خب ما برای این کار بایستی مدت زمان بذاریم. ما میگیم مثلا من میخوام یورو بخرم یا من میخوام یورو رو بفروشم در مدت زمان معین. مثلا فرضاً اگر الان 1 تیر ماه هست، من میگم ساعت 8 شب هست 1 تیر ماه، میخوام به مدت 24 ساعت پیش بینی بکنم تا ساعت مثلا 8 دوم تیر ماه میخوام پیش بینی بکنم که این یورو افزایش قیمت دارد. اگر افزایش قیمت دارد هر دو باز شو، اگر افزایش قیمت دارد هر دو بسته شو، اگر افزایش قیمت دارد زبتر بزن، اگر افزایش قیمت دارد سمت چپی برس، سمت چپی باز شو یا سمت راستی باز شو. بسته به دستور و فرمان شما هست. یا میگید که اگر در مدت مثلا 1 هفته یورو افزایش قیمت داره، لطفاً قیچی کن، لطفاً هر دو باز شو، لطفاً هر دو بسته شو. اگر کاهش قیمت داره در مدت زمان مشخص و معین، روز حتی ساعت رو دقیق عنوان بفرمایید تا مشکلی براتون پیش نیاد. همین مورد رو دوستان گرامی در رابطه با ارز دیجیتال هم میتونیم به نوعی پیش بینی بکنیم. مثلا شما میخواین BNB بخرید، میخواین سولانا بخرید،
یا به نوعی میگید من الان میخوام سولانا بخرم، ساعت 8 شبه و در مدت یک ساعت دیگه میخوام سولانا رو بفروشم. اگر افزایش قیمت داره قیچی کن، اگر افزایش قیمت داره باز شو، اگر افزایش قیمت داره بسته شو. ببینید حالا میخوایم این در رابطه با افزایش قیمت، حالا میخوایم سوال بکنیم که کاهش قیمت داره اگر به مدت 24 ساعت از روز فلان ساعت فلان تا روز فلان ساعت فلان که میشه 24 ساعت اگر سولانا کاهش قیمت داره قیچی کن، اگر کاهش قیمت داره هر دو باز شو. پس ما به این نتیجه میرسیم که ما نباید از دازینگ سوالی رو بپرسیم که جوابش دوتایی هست. یعنی چی؟ یعنی میگیم یه سوال اشتباه، یه سوال غلط، سولانا بالا میره یا پایین میره؟ خب این سوال اشتباه است. ما میگیم اگر سولانا در مدت 24 ساعت در مدت یک هفته اگر افزایش قیمت داره هر دو باز شو، اگر افزایش قیمت داره بسته شو. اگر سولانا یا اگر بیت کوین در مدت یک هفته، در مدت 10 روز، در مدت 1 روز، در مدت 1 ساعت کاهش قیمت داره هر دو باز شو، یا هر دو بسته شو، یا قیچی کن، یا هر دو برو به سمت راست، هر دو برو به سمت چپ. پس دوستان گرامی در پرسیدن سوال دقت کافی رو داشته باشید. هر چقدر سوال شما دقیق تر باشه، هر چقدر سوال شما به نوعی ساده تر باشه، به همون نسبت چجوری بگم خدمتون، به همون نسبت درصد موفقیتتون بالاتر میره. سوالات رو یک بار نپرسید، سوالات بایستی در دلتون به زبان جاری نشه و در دلتون یک بار، دو بار، پنج بار، ده بار مدام سوال رو تکرار بکنید، مدام سوال رو تکرار بکنید و سوالات رو طوری مطرح بکنید که انگار با یک کودک 7 ساله دارید صحبت میکنید. از کلمات سنگین، کلمات پرمعنا استفاده نکنید. هر چقدر بار کلماتتون ساده تر باشه به همون نسبت شما خوشبختانه جواب بهتری خواهید گرفت. در رابطه با وسایلی که گم کردیم، معمولا خیلی پیش میاد ما ابزار و لوازمی رو گم میکنیم. خب برای پیدا کردن اون بایستی چه کار بکنیم؟ مثلا من یک خودکاری رو گم کردم. خب حالا من باید بگم که این خودکار من کجاست؟ اولا دوستان گرامی اون خودکاری که گم کردید رو بایستی تمام مشخصاتش رو با جزئیاتش به دازینگ بگید. تو دلتون یک خودکاری دارم آبیه، نمیدونم مارکش فلانه، نمیدونم اینو از فلان جا خریدم، قیمتش رو چند خریدم و آوردم خونه، 1 ماه 2 ماه استفاده می کردم، الان گم کردم، نمیدونم کجاست، اون رو برای من پیدا کن. یعنی بایستی مشخصات دقیق اون شی رو بگید. هر چقدر مشخصات اون شی دقیق تر باشه مطمئنن جوابی که دازینگ به شما خواهد داد دقیق تر خواهد بود. ما افراد گم شده ای رو داریم، افرادی رو داریم که گم شدن. برای پیدا کردن گم شده باید چه کار بکنیم؟ خب اسم اون شخص رو میگیم آقای ایکس گم شده، آقای ایکس اسم پدرش فلانه، اسم مادرش فلانه، ساکن فلان شهرستانه، سنش اینقدر، متأهله یا مجرده، خونش فلان جاست، نمیدونم خودروش این شکلیه، موتورسیکلتش این شکلیه، نمیدونم داداشش اسمش اینه، خواهرش اسمش اینه، تک تک اینها رو به دازینگ میگید. خب الان این در استان مثلا مرکزیه، اگر در استان مرکزی قیچی کن، اگر در کردستان قیچی کن، اگر در خراسان، اگر در
گلستان تک تک استانها رو نام میبرید. بعد از استانها ریز میشید به شهرستان، بعد میگید داخل خود شهرستان هست. اگر داخل خود شهرستان مثلا تکاب هست، خب قیچی کن. اگر خارج، اگر در روستاهای تکاب هست، قیچی کن. اگر در روستاهای تکاب هست، در شمال قیچی کن. اگر در جنوب قیچی کن. اگر در شرق تکاب قیچی کن. اگر در غرب قیچی کن. خب شما متوجه میشید که در شمال شهر تکاب در چند تا روستا هست. تعداد اون روستاها رو میگید، اسامی اون روستاها رو میگید. اسامی روستاها رو که گفتید، یک روستایی رو به شما مطمئنن خواهد داد و اونجا هست که میگید نمیدونم این شخص در کوچه بالا هست، در کوچه پایین هست، در کوچه نونوایی هست، در کوچه مشحسن هست، در کوچه کدخدا هست. اگر اونجا هست قیچی بکن. میخوام بگم ریز میشید روی جزئیات و بعدش میگید اگر سمت راست کوچه هست، داخل خونه هست سمت راست قیچی کن. اگر داخل کوچه سمت چپ قیچی کن. از سر کوچه خونه اول، خونه دوم، خونه سوم، خونه چهارم، دونه دونه اینها رو میپرسید با آرامش، با دقت و یادداشت میکنید و شک نکنید که دازینگ به شما واقعیت رو خواهد گفت. دوستان گرامی، این در رابطه با خدمتون عرض بشه که پیشبینی هست. ما پیشبینی های فوتبال رو داریم. مثلا میخواین یک دو تا تیم، مثلا استقلال و پیروزی، مسابقه دارن. خب شما میگید که امروز یا مثلا فردا یا هفته بعد مسابقه فوتبال هست بین استقلال و پیروزی در استادیوم نمیدونم فلان جا در ساعت فلان. خدمتون عرض بشه که سرمربی استقلال فلانه، سرمربی پرسپولیس فلانه. خب حالا شما به من بگید که اگر استقلال میبره قیچی کن، اگر استقلال میبره قیچی کن، اگر استقلال میبره برو به راست، اگر استقلال میبره هر دو برو به چپ، اگر استقلال میبره هر دو باز شو، اگر استقلال میبره هر دو بسته شو و هشت مثبت رو میگیرید. خب حالا اینجا تیم برنده شما حالا ممکنه پیروزی ببره، ممکنه حالا تراکتور، بس با بس اسم تیم نیست، هدف نوع پیشبینی هست. خب حالا اسم تیم برنده شما مشخص شده که تیم برنده شما ایکس هست. خب حالا میگید ما 11 تا بازیکن داریم. خب آیا دروازه‌بان گل میزنه؟ نه. نمیدونم دفاع گل میزنه، خط میانی گل میزنه، فوروارد گل میزنه. خب مثلا میگه فوروارد گل میزنه. خب تو این فوروارد معمولا 3 نفر، 4 نفر یا 2 نفر هستن. اونجا هست که اسامی رو میگید، آقای ایکس گل میزنه، آقای ایگرگ گل میزنه، آقای زد گل میزنه، آقای وای گل میزنه. خب اینجا میگه که آقای زد گل میزنه. خب شما یادداشت میکنید تیم برنده فلان، آقای زد گل میزنه. خب در نیمه اول گل میزنه، نیمه اول 10 دقیقه اول، 10 دقیقه دوم، 10 دقیقه سوم، 10 دقیقه چهارم، 45 دقیقه تو وقت اضافه گل میزنه. همه اینها رو میتونید سوال بکنید. دوستان گرامی، موردی که برای خود بنده پیش اومده تعداد گلهای زده است. شما تعداد گلهای زده رو میپرسید. مثلا میگید تیم الف به تیم ب گل میزنه، تیم برنده مثلا تیم الف هست، نتیجه بازی چند تا گل میزنه؟ 1 دونه گل میزنه، 2 تا گل میزنه، 3 تا گل میزنه. میزنه 3 تا گل، بازی تموم میشه، میبینید 2 تا گل زده. این گل سوم چیه؟ میبینید در همون بازی یک گلی زده که اون گل آفساید بوده. پس زمانی که تعداد گلها رو شما میزنید حتما سوال بکنید. اگر تیم الف 3 تا گل میزنه و با 3 گل برنده میشه، آیا این 3 تا گل آفساید داره؟ اگر آفساید داره قیچی کن. ممکنه
یک دونه از اون گلهای خطایی که به شما میده گل آفسایدی باشه که داور قبول نکرده باشه، چون دازینگ با نتیجه با حرف داور کار نداره، با توپی که از خط دروازه گذشته کار داره. پس یادتون باشه نتیجه بازی رو که سوال میکنید حتما حتما خدمتون عرض بشه که گل آفساید رو هم سوال بکنید. در رابطه با مسابقه والیبال هم دقیقاً به همین شکل هست که تیم برنده، تیم بازنده، نمیدونم این 5 ست هست، 3 ست هست، نمیدونم 2 ست به نفع کی میشه، 3 ست به نفع کی میشه. دونه دونه شما سوال آخر رو ابتدا نپرسید، دونه دونه ریز بشید و پله پله برید بالا. متوجه عرضم شدید؟ خب من دیگه مطلبی به ذهنم نمیرسه، ضمن اینکه نمیخوام کلیپ خیلی طولانی بشه. دوستان گرامی به همین روش شما میتونید به بهترین نحو ممکن پیش بینیتون رو انجام بدید و زمانی که پیش بینی کردید اون پیش بینیتون رو ساعتش مشخصه پیامک کنید برای یک شخص دیگه ای، تاریخ پیامکتون مشخصه، جوابیتون مشخصه و اونجا هست که بازی تموم بشه. مثلا شما ساعت 9 صبح پیش بینیتون رو انجام دادید، مسابقه ساعت 5 بعد از ظهر تموم میشه، شما 8 صبح 9 صبح پیش بینیتون رو انجام دادید و پیامکش رو فرستادید برای دوستتون و دوستتون بازی رو که میبینه با پیامک شما مطابقت میده، میبینه که پیش بینی شما درست از آب در اومده. مورد دیگه‌ای که من حتما بایستی عرض کنم خدمتتون این هست که در رابطه با پیش بینی ها معمولا شرط بندی هست. شما لطفی که بایستی بکنید تا جواب صحیح رو به نوعی داشته باشید، اگر شرط بندی نباشه بسیار عالی خواهد بود و نتیجه درست میشه. اما اگر دوستانه شرط بندی مثلا سر بستنی، سر نهار، سر شام، سر یه پیتزا، سر یه ساندویچ، سر یه نوشابه یا یه چیز خیلی ساده، اینها موردی نداره. اما اگر شرط بندی های بزرگی باشه، دوستان گرامی حتما توصیه میکنم از مبلغی که قرار برنده بشید قبل از برنده شدن مبلغی رو فرض بکنید که شما 100 هزار تومان میخواین با دوستتون بابت یک مسابقه با دازینگ پیش بینی بکنید، از این 100 هزار تومان 10 هزار تومان 20 هزار تومانش رو ابتدای کار با خودتون با دازینگتون عهد ببندید که اگر من برنده شدم 10%، 20%، 50%ش رو میدم به فلان نیازمند، نیازمندی که یتیم باشه. حتما به اون شخص کمک بکنید و مطمئنن پیشبینی دازینگ شما درست از آب در میاد. ضمن این که در رابطه با مکانهای بارگذاری شده در مکانهای باستانی هم کلیپهای بسیاری رو در یوتیوب، در اینستاگرام تقدیم حضورتون کردم که میتونید تک تک اونها رو ببینید. دوستان گرامی دازینگ با توجه به گروه خونی شخص هست و موادی در دو قسمت دازینگ، یکی در این قسمت مواد ارگانیک به نوعی تعبیه شده با توجه به گروه خونی، و مورد بعدی دوستان گرامی در این قسمت هم مواد ارگانیک تعبیه شده، داخل این جیوه نداره. اون چیزی که جیوه داره داخلش به اون میگن ردیاب. ببینید این موادی هست که درون این هست با توجه به گروه خونی شخص. من حرف دیگه ای رو یادم نمیاد، مطلب دیگه ای، و از تک تک شما دوستان گرامی
مصرانه تمنا میکنم که پولتون رو دور نریزید به سیستم های فیک، پولتون رو ندید. تمامی سیستم های موجود در بازار فیک هستند و دوستان رو تشویق میکنن بیان به سمت دازینگ. چرا؟ چون دازینگ شما رو با خودتون آشتی میده، شما رو با درونتون، با نیروی ذهنتون آشتی میده. اما وجود دازینگ و داشتن دازینگ دلیل بر موفقیت نیست. دلیل موفقیت بعد از تهیه دازینگ تمرین هست، تمرین هست، تمرین هست، تلاش هست، کوشش هست و ممارست. قرار نیست که دازینگ رو بگیریم بذاریم لب تاخچه و بگیم آقای فلانی من موفق نشدم. پس برای موفقیت دوستان گرامی بایستی به بی‌ذهنی برسید، مراقبه صحیحی داشته باشید. اگر دازینگتون دستتون حرکت نکرد حتما قدم بردارید، قدم‌های آهسته. اگر باز هم کار نکرد میتونید نفس عمیق، نفس عمیق با بینی حبس و مجدداً بازدم از دهان. همه اینها رو رعایت بکنید، کلیپ های قبلی ما رو هم ببینید. آرزوی بنده موفقیت تک تک شما خوبان هست. وقتتون رو نمیگیرم، لایک بفرمایید، سابسکرایب بفرمایید و این کلیپ رو شیر بکنید، این کلیپ رو ذخیره بکنید، به دوستان فرهیختتون نشون بدید کلیپ رو داشته باشید. تمامی موارد کلیپ دوستان گرامی طوری هست که شما رو میتونه از فرش به عرش برسونه. مخلص همه شما، کوچیک بزرگی تک تک شما، رضا ابراهیمی هستم. باز هم دوستان گرامی خواهش میکنم لایک بکنید، سابسکرایب بکنید تا کانال بالا بیاد و این وسیله رو دوستان گرامی که بسیار بسیار هم ارزون هست و در هر جایی میتونید با خودتون داشته باشید، باور بفرمایید باعث موفقیت شما خواهد شد در حفره‌زنی، در مکان، در همه چی به دردتون میخوره. یعنی دازینگ چیزی نیست که در یک کاری شما گیر بکنید و به کارتون نیاد. من یک شعار دارم، همیشه میگم که هر کاوشگر یک دازینگ، و دازینگ کاربردی ترین وسیله است برای همه کاوشگران، کاربردی ترین وسیله است برای همه خانواده ها، برای تک تک خانواده ها. مطمئنن وسیله ای رو گم میکنید، مطمئنن میخواین خریدی رو انجام بدید، میخواین ملکی رو بخرید، میخواین خودرویی رو بخرید. حتی معیوب بودن خودرو رو هم دوستان گرامی از دازین میتونید سوال بکنید که این خوردگی بدنه داره، این ایراد موتوری داره، ایراد گیروبوکس داره، ایراد جلوبندی داره. تک تک اینها رو میتونید سوال بکنید. این معامله‌ای که میخواین داشته باشین از آقای اینکس، حیاتی میخواین بخرین، نمیدونم زمین کشاورزی، باقی، ویلایی، آپارتمانی میخواین بخرین، آیا این ضرر داره برای شما، آیا این سود داره، مدت زمانش رو در نظر داشته باشید. و عرض میکنم برای تمامی کارهای روزمره دازینگ به کار میاد، به شرط اینکه ما نحوی استفاده از دازینگ رو بدونیم. باز هم لایک و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان. رضا ابراهیمی هستم، اهورای پاک، نگاهبان شما فرهیختگان. حق نگهدار.